نامه سر به مهریس از خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین یزید بن معاویه به والی کوفه نعمان بن بشیر. مرخصی. نامه پاسخی ندارد امیر. نه، چه پاسخی؟ خلیفه نوشته مسلم ابن عقیل که سفیر حسین ابن علی است به کوفه آمده، مراقب باش فتنه درست نکند. بسیار خوب، ما هم مراقبیم. با عتاب خطابی که خلیفه داشت فکر میکردم سر بریده مسلم ابن عقیل را با خود به شام میبرد. عجب، عتاب خطاب خلیفه چه بود؟ به خلیفه خبر رسیده شما با ابن عقیل مدارا میکنید. برخیز قاصد فتنه، برای تو که به شوق بردن سر آمده ای حکمان پاسخ من به مزاقت یک مزاح است. حسین ابن علی کار خوبی نکرده که بیعت با خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه را رد کرده و به مکه رفته و سفیرش را به دعوت مردم عراق به کوفه فرستاده، اما من نعمان ابن بشیر یک مسلمانم. شتر سواری که دولا دولا نمی شود. من مسلمان چطور می توانم شمشیر بر روی کسی بکشم که نور چشمی پیامبر بوده؟ چطور می توانم؟ ها؟ آن هم در کوفه، شهر هزار شیخ و هزار فتوا. امروز فتوا می دهند بیعت با یزید حرام، فردا فتوا می دهند قتال با حسین حلال. از یک سو نامه می نویسند و حسین را به کوفه دعوت می کنند و از یک سو به یزید می نویسند والیت در کوفه به نرمی با سفیر حسین صحبت می کنند. پناه بر خدا از این مردم هزار چهره. اما من نعمان ابن بشیر والی کوفه بنا دارم منازعه حسین و یزید را به مصالحه پایان دهم، نه با مقاتله. برو و پیغام مرا بی کم و کاست به خلیفه برسان. برو. بلی آمی. بیا شوزم، این نامه را بخوان. بی تدبیر، لابد این هم از برکات شور با بوزینه است. شراب و کباب و رباب و قمار افتراست، دروغ است. این خطا چه؟ این که مکتوب است و مر شده. با چه عقلی پای چنین فرمانی را مر کرده؟ نوشته مسلم ابن عقیل و حامیانش را قتل عام کن، خانه هاشان را بسوزان، اهل و عیالشان را به کنیزی بفروش. در حیرتم چطور یزید مردم عراق را نشناخته. عراق را نشناخته بماند، خلیفه جوان حسین را هم نمی شناسد. مرحوم معاویه با همه اقتدارش از حسین خوف داشت. کاش معاویه نمی مرد. من از حسین در عجبم که با ریسمان پوسیده کوفیان به چاه رفته. فراموش کرده که با پدرش علی و برادرش حسن چه کردن. شازم، به زودی مضمون این سیاه نقل مردم کوچه و بازار کوفه است. این هم برای من معمایی است. در کوفه حتی اخبار سر به مهر پنهان نمی مانند. شوزب،
محافظین خزانه را بیشتر کن. میترسم آتش بیاران معرکه حسین و یزید به نام علویان بیت المال را غارت کنند و ما را به جنگی ناخواسته آلوده کنند. من مطمئنم که می توانم فتنه حسین ابن علی را بدون خونریزی بخوابانم. ای عادلی که دست پرورده مرتضایی، امنیتت برقرار، عدالتت پایدار. ای خفته شیر و شرزه بیدار بر کیسه های درهم و دینار، ای شعذب خزانه دار، ای که سکه هایت یخرج الحی من المیت است، که حدیثی است از سید المرسلین صلوات الله علیه، الفقر و موت الاکبر، حقا که فقر مرگ بزرگی است. این جانب عتیق ابن عقیق حلبی، یکی از اهالی آواره شام، که آوازه در به دریم در سر تا سر شهر کوفه، که تمام شیوخش پینه بر پیشانی دارند و مستحبات را ارجح بر واجبات می دانند، پیچیده. شهری که قبح باطن مفتیانش از حرمن الشمس فی اوسط السماء است. مفتی که این باشد مقلد می شود عبید درهم و دینار و دم به دم احادیث نبوی جعل می کند که الفقر و زینت المؤمن. شنیدم بر بیت المال مسلمین کوفه قاضی عادلی نشسته که استعداد عجیبی دارد در شناختن احادیث جعلی. صحیح، غلط به سمع مبارک رسیده. شناختن احادیث جعلی کار علمای حدیث است. من خزانه دارم و علم حساب می دانم. چه بهتر برای مرد محاسب، یک گواه بهتر از هزار خطابه است. من و روبا شاهدمان به خودمان آویزان است. جز این دست بریده حرفی ندارم. این دست حق و حقوقی دارد که در داخل یکی از این صندوقچه هاست. میپردازید؟ و سلام خیرون خطاب و الا فلا مرحمت عالی زیاد. دستت چه شده؟ قطع شده برادر. این را که به عینه میبینم. دستت کجا قطع شده و کی؟ عرض میکنم، اما به شرطی که شما یکی امانم بدهید و تهدید به حد حدودم نکنید. در امانی. از مراحم خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه است. در ایام شباب که صد البته جوان بود و هنوز به سن تکلیف نرسیده بود، روزی من و یزید و ابو قیس بوزینش در دیر مران به مصاف رومیان رفته بودیم. یزید سردار سپاه بود و ابو قیس مشاورش. من حقیر ملازم رکابشان بودم که ناگاه زبانم به خطا لغزید و عرض کردم سردار، آدم عاقل که عقلش را دست بوزینه نمی دهد. خلیفه سخت برآشفت و فرمود بوزینه توی و جد و آبادت
این ابو قیس است. فهمیدی مردک؟ ابو قیس یکی از علمای بنی اسرائیل که بر اثر گناه مسخ شده است. عرض کردم بله قربان، ایشان ابو قیسند، یکی از علمای بنی اسرائیل. چون حقیقتاً خشم امیر مرا سخت ترسانده بود و برای جبران خطایم یکی از اشعار امیر را خواندم. ما ان ابالی به مال عقت جموعهم بلغز غزنت من هم ما و من موم ازت تکعت علا آنات فی غرفن به دیر مران اندی ام کلسوم. خلیفه خندید و فرمود پدر سوخته، تا به حال کسی اشعار مرا به خوبی تو نخوانده. مرحبا، زبانت را نمی برم، اما به تو کیفری می دهم که هر وقت اشعار مرا خواندی از قدرت شمشیرم هم یاد کنی. البته این حقیر هنوز معتقدم که خلیفه در آن حالت از حال طبیعی خود کمی خارج بودند، زیرا مقداری آب انگور تناول کرده بودند. های آی مردک، باز هم که زبانت به خطا می لغزد. نکند قیدان یکی دستت را هم زده ای؟ برادر من، شما که طاقت شنیدن ندارید چرا میپرسید؟ حقم را بده، گورم را گم کنم. قرار باشد به همه کسانی که قطعیت شده اند حقوق بدهم، دیون بیت المال سر به فلک میکشد. از فردا همه کسانی که به جرم دزدی قطعیت شده اند میشوند طلبکار ما و پاشنه در خزانه داری را از جا میکنند. طبق محملی که بافتی دستت قرامت خطای زبانت بوده. بیرون! طبق فتوای خلیفه مسلمین، دست بریده عتیق ضایعه مصاف با رومی هاست و بیت المال موظف به پرداخت قرامت است. این هم مدرک. طبق این مدرک غرامت شما را باید خزانه داری شام بپردازد، نه خزانه داری کوفه. بیرون! برای همین اسباب زحمت شما شدم برادر. اینجا را ببینید، با این چند سکی سیاهی که میدهند شما بفرمایید. آیا زنم حق دارد طلاق بخواهد یا نه؟ من خزانه دار شام را خوب میشناسم عتیق. او محاسبی دقیق و منصف است. عرض حالت را پیش او ببر، معضلت را حل خواهد کرد. بردم مسلمان، عرض حال نزد او نیز بردم، اما مرا به عقل معاش توصیه میکند و به اجتناب از اسراف. کلو و اشربو ولا تسرفو. چه کلویی؟ چه وشره بویی؟ چه تصرفویی؟ بابا من دردم را به کجا ببرم؟ با یک دست نمیتوانم بیل بزنم نه کلنگ. در این دیار پر از گرگ شبانی هم که کار من نیست. فعلگی، هممالی، زک صفتی، کر خربازی، یابو منشی هم دو دست میخواهد. والله بالله مقرری من کفاف نیازم را نمی کند. فکر میکردم در خزانه کوفه مردی هست که تنش به تن علی خورده و از عدالت و انصاف او بویی برده. کوین حواله بی مقدار. حواله بی مقدار. توف به تو عتیق، توف به قبر پدرت عتیق، خاک بر سرت عتیق، توف به قبر پدرت عتیق. نگهبان! خوب دستمزدی به تو دادند. توف به قبر پدرت عتیق. چرا نفهمیدی که کوفه عادل کش است و سفله پرور؟ کوفه عادل بود، فرق عدالت نمیشه کاف.
کوفه عادل بود فرق عدالت نمیشه کاف کوفه عادل بود فرق عدالت نمیشه کاف نمیشه سلام بر امیر درستان باز هم که توی تنت میخارد بده هم شلاقت بزنند توبه میکنم امیر توبه چه کنم ایالوارم به طمع چند سکه بیشتر وسوسه شدم ماریای نصرانی برای رساندن این نامه مبلغی وعده کرده که میتوانم با آن شطوری بخرم برخیز نامت را بردار و برو دوباره بیایی میدهم قلم پایت را بشکنند امیر تو را به فرق شگفته علی قسم نامیدم نکن من به این پول محتاجم نامه را پس ببرم مزد ندارم لعنت بر شیطان نامت را بده گورت را گم کن خیر ببینی امیر قربان کرمت خداوند حاجت ماریای نصرانی را برآورده سازد که احتیاج مرا برآورده می کند. خداوند شوزب خزانه دار را خیر دهد. به نام خالق عشق از ماریای نصرانی دیرنشین به شوزب امین که نه به رنگ زرد طلا فریفته می شود و نه به غمزه چشمان غمازان که او به سنت دیرانی ها تارک دنیاست و عجبا که در حفظ امانتی می کوشد که می داند حرام است و خادم بساطی است که می داند قاصب است شوزب این نامه را هم بی اختیار می نویسم که عقل مانع است و دل مشتاق عشق دختری ترسا به یک مسلمان مذهب عشق مجوس و مسیحی و مسلمان نمی شناسد برای دیر نوشتن این نامه ها یعنی اسارت در دام شیطان و برای من یعنی تسلیم شدن بر آستان عشق عشقی که بر من ممنوع است و حرام من هرچه توانستم در طلبش کوشیدم رازم بر دیر نشینان فاش شده میخواهند به جرم عاشقی محاکمه هم کنند جمال مسکینان درون زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان سیراب خواهند شد خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشا به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد خوشا به حال زحمت کشان برای عدالت زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید خوشا به حال مسکینان درو زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است
خوشا به حال حلیمان و بردباران در زمین. آمین. وسیع مسلوب شد به جرم عاشقی. خوشا به حال آنان که حزینند، چرا که شادمان خواهند شد. خوشا به حال حلیمان، چرا که وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال رحم کنندگان، چرا که بر ایشان رحم خواهد شد. فراموش نکنید که دیر برای ما همانقدر مقدس است که مسجد برای شما. من قصد تعرض به حریم دیر را ندارم، میخواهم ماریا را ببینم. ماریا نمیتواند شما را ببیند. چرا؟ چون حرام است. حرام است؟ من برای مغازله و معاشقه نیامدم. عجب، پس گمان میکنی اینجا همه در حال مغازله اند که تأکید میکنی توی هلن. هرچه عشق داشتم بر آتش دلم باریدم، خاموش نمیشود هلن، خاموش نمیشود. برخیز ماریا، انتظار به سر رسید، شوزه به خزانه دار آمده است. این رویا بارها به سراغم آمده و همیشه تو خبر آمدنش را میدهی هلن. نه رویاست نه خواب، او آمده، میخواهد تو را ببیند. اما خواهر سوفیا مانع دخولش به دیر است. میترسم ماریا، میترسم. سوفیا زن متعصبی است. ای وای، گناه گناه گناه. ای روح القدس امین، توبه. یا عیسی مسیح. هلن برو بیرون. چشم خواهر. فکر میکردم متنبه شدی ماریا، فکر میکردم موعظه هایم تو را از خواب غفلت بیدار کرده. امید داشتم با اعتراف به گناه روح آلوده ات را تطهیر کنی. جریان محاکمه ات را به تأخیر انداختم، چون میدیدم با پناه بردن به محراب قصد داری برای روح بیمارت شفا بخواهی. حالا میفهمم که همه اون استغاثه و اشک و آه در فراق یار بوده. ای مادر باکره، کمکم کن. ماریا، تو باز هم برای اون نامه نوشتی؟ پس ادعای این مرد مسلمان دروغ نیست. ماریا، آیا من به گردن تو حق دارم یا نه؟ حق دارید مادر. من وقتی به دیر سنت ماریای کوفه پناه آوردم، یتیم بچه بودم، تنها و بیکس. شما در حقم مادری کردید، تر و خشکم کردید، تعالیم مسیح را به من آموختید، در غم و شادی همراه هم بودید و تسکینم دادید. شما خودتان را وقف من کردید مادر. ناسپاسیست بخواهم زحمات شما را انکار کنم. چه خوب مزد زحماتم را دادی. چه خطایی از من سرزده مادر؟ چه خطایی؟ تو فریفته امیال و افکار شیطانی شدی. این خطا نیست؟ تو از 7 ماه پیش از این مکان مقدس، از دیر سنت ماریای کوفه که در عصمت و طهارت شهره عراق عرب است، به طور مخفیانه نامه فدایت شوم به مردی می نویسی که مسلمان است. ای مادر عقیم، ای مادر باکره،
وای، این گناهیست نابخشودنی. جرم تو دوتاست ماریا. جرم اولت هوسیست شیطانی. تو دلباخته ی مردی شدی که این درده ای فعلیست حرام. جرم دومت عاشق شدن بر مردیست که هم کیش تو نیست. مسیح پیامبر محبت بود و من گدای ارزنی محبت. پسر مریم بردار شد به جرم عاشقی. من برای مجازات آمادم. عجبا، این همه محرمات و مقررات خشک و خشن را از کجای دین مسیح درآورده اید؟ تا جایی که من می دانم، یکی از تعالیم مؤکد مسیح به حواریون اجتناب از بدخلقی و بدرفتاری است. وای، دیر سندباریا روزی شومتر از امروز به خود ندیده. نزدیک است که ستونها بلرزند و سقف شکاف بردارد. چه کسی به شما اجازه داده به حریم مقدس این خانه داخل شوید؟ این خانه مقدس پناه دلهای حاجتمند است خواهر. مرا با شیطان قیاس نکنید. من هم مثل شما بنده خدا هستم. ماریای نصرانی، شما هستید؟ بله سرور من. شنیده بودم اینجا مکان آرامش و ذکر است. آمدم تا دمی به خلوت کسی پناه ببرم که به دور از گرگ بازار دنیا دل به خلوت محراب سپرده است و چشم به معجزه عشق. عشق؟ کدام عشق؟ روح و روان این دختر آمیخته به هوس هست. هوس در دیر جایی ندارد. تو مسلمانی شوزب، از تعلیمات عیسی مسیح چیزی نمیدانی. ما اینجا برای تزکیه نفس دور هم جمع شده ایم. مذهب عشق مجوس و مسیح یا مسلمان نمی شناسد. این اعتقاد دختری است که شما این طور در تنگنا قرارش دادی. خام این حرفان نشوید. او در پی مال و مقام شماست. کدام مال و منال خواهر؟ دارایی من دو سه فرش حسیر است و یک شتر. ظاهراً ماریا مرا در طاعون کوفه دیده. وقتی نفس به نفس طاعون زدگان به آنها کمک می کردی، جنده‌ای به تن داشتی و یا علی گویان؟ علی؟ جرم تو محرز شد ماریا. تو مسیحی هستی یا مسلمان؟ این همه مسلمان مسلمان، مسیحی مسیحی نکنید. والله قسم محمد ادامه عیسی مسیح است. این نص صریح کتاب آسمانی ماست. موسی و عیسی و ابراهیم همه در امتداد همند. صحیح. پس جریان نامه های کذایی ماریا و دیدار این اولیا مخدره بهانه است که حضرت شوذب رسول هدایتند و مأمورند تا با کمک یکی از اصحابشان دیر سنت ماریا را به راه راست هدایت کنند. ماریا، به تو هشدار میدهم تا فرصت هست توبه کنی. با مدارکی که علیه تو هست شک ندارم که دیرانیان متعصب تک تکت میکنند. اینجا دیر است یا سلاخ خانه؟ احکام مذهبی محاسبات درهم و دینار نیست آقای خزانه دار. جرم او ارتداد است و حکمش مرگ. شما هم در جرم او شریکی. این که آش نخورده و دهان سوخته است خواهر. لااقل اجازه بدهید قبل از اجرای حکم کمی با هم شور کنیم. شاید از ترس مرگ عاقل شویم و مذهب عشق را انکار نماییم. بسیار خوب. توهین شما به دیر بی جواب نمی ماند. خب ماریا، منم شوذب، خزانه دار شهر مدعیان دین و شمشیر، شهری که همیشه آبستن فتنه است. امثال من موج سواران دریایی هستیم، طوفانی.
تو 7 ماه است که به من نامه می نویسی و مرا به عشق می خوانی. من هم جای خواهر سوفیا بودم، عصبانی می شدم. کار تو سنت شکنی است. در من چه دیده ای که خود را به خطر انداخته ای؟ کاش می دانستم سرور من. 7 ماه است که وقت و بی وقت این سوال را از خودم پرسیدم، اما به جوابی نرسیدم. همینقدر می دانم که شما فاتح دژی هستید که خواهر سوفیا سالها زحمت کشید و آن را ساخت. 7 ماه پیش در طاعون کوفه حصار دل و دین من در هم شکست. عزیزان من به تکلیف خود عمل کنید. چقدر طول میکشد؟ تا وقتی که روح القدس مرگ را بتاراند و آثار حیات را در کالبد مدعوین به عقبا بدمد. معجزه عیسی گواه بر رستاخیز آدمی است مادر جان. بنا باشد در پی هر مرگ و میری از دم مسیحایی حاجت بخواهیم و او هم حاجت بدهد. میدانی چه فاجعه ای رخ میدهد؟ شمار آدمیان به جایی میرسد که عالم عرض کفاف رزق و روزیشان را نمیدهد. وقت آدم آدم را میخورد. آی مرد یاغی، این مرگ سیاه تاوان نفوس پلید و امیال شیطانی است. چنانچه امثال تو روح القدس را دست نیندازید و شرتان را کم کنید، بیشک پسر مریم خان رحمتش را پهن میکند. عقل را خداوند به تو داده که به کار اندازی ام جه. این بیماری تاون است و لاعلاج. چاره کار در خرد ورزی است. دردی دوانه می کند. تا اون ناقل است نزدیک شوید به شما هم سرایت می کند. ما را که می بینی به کمک گوگرد نزدیک می شویم. یا می روید یا می مانید در آتش جهل خود می سوزید. هلی، او را می شناسی؟ آتش درست کنید.
چه جسارتی، چه دلالتی، معقول دلیل حرف میزنن، حتما حکیمی سکلا قبا. تا به حال صوفیا را حقیر و عاجز ندیده بودم. برادر، شما تحت امر کدام طبیب کار میکنید؟ طبیب کجا بوده خواهر؟ تا اون همه را کشته. پس آن مرد که به شما دستور میداد چه کسی بود؟ او شوزب است، خزانه دار کوفه. شوزب؟ خزانه دار کوفه؟ تو رو میشناسی؟ همه کوفیانی که جیرخوار حکومتند و محتاج بیت المال او را میشناسند. این مرد عجیب مرا به یاد خاطره کودکیم میاندازد. تو مسلمان دیده ای که مسیح را بهتر از مسیحیان بشناسد؟ فکر میکنی شوزب مسیح را میشناسد؟ شنیدی راجب دم مسیحایی چه نظری داشت؟ معجزه عیسی مسیح گواه بر رستاخیز آدم. درباره او چیزهای عجیبی شنیدم ماریا. او مسلمان است، اما مثل مسلمانان اشتهایی به زن ندارد. به سنت مردان دیرنشین مسیحی تارک دنیا است و از زن گریزان. او زن و فرزند ندارد ماریا. تارک دنیا که منصبدار نمی شود هلن، آن هم متصدی بیت المال که هر لحظه ممکن است بلغزد و حقی را ناحق کند. شنیدم سابقا از مریدان علی بوده. تو در پی چه هستی ماریا؟ نمیدانم هلن، نگاهم به نگاه این مرد گرمی میکند. احساس میکنم او را جایی دیدم. استغفار کن دختر، شیطان را از خودت دور کن. شما از جدال عقل و عشق چیزی شنیده اید؟ ماریا، والله قسم بتی که از من در خیال خود ساخته ای پوشالی است. سعی کردم مثل شما فکر کنم. بارها و بارها خواستم شما را برای همیشه از دل و ذهن خود پاک کنم، اما نشد. احساسی در من جوانه زده بود که به سرعت رشد می کرد. کم کم متوجه شدم عشق پا به حریم کودکیم نهاده و از دست من کاری ساخته نیست. تسلیمش شدم. این جنون است، خودکشی است. کمی عاقل باش ماریا. عشق تو به یک مرد مسلمان یعنی جدال با دیر، یعنی جنگیدن با سنت هایی که سالهای سال بر دیر و دیرانی ها حکومت می کنند، تو را مسلمی کنند، می سوزانند. تقدیرم هرچه باشد در آغوشش می کشم. در تقدیر عاشقانه تو من هم متهمم ماریا. نشنیدی مادر مقدس چه خوابی برایم دیده؟ هنوز هیچ نشده تبر به دستم داده. مرا ابراهیم خلیل دیده که بر بت‌های دیر حمله ور شدم. نه، این عشق منصفانه نیست. متاسفم، شما بی تقصیرید. من در محاکمه عشق فریاد میزنم که ماریای نصرانی تنهاست، تنهای تنها. تو میخواهی ادای مسیح را در بیاوری؟ مسیح که بازی چه نیست؟ حق دارید عصبانی شوید و سرزنشم کنید، اما مطمئنم که این حرفها را برای نجات جان من میزنید. نگرانی شما برایم مثل عسل شیرین است. من به معجزه عشق ایمان دارم سرورم.
نخیر نخیر خدایا این چه آزمونی است؟ چرا من؟ چرا ماریا؟ من در شما نشانی از مرادم یافتم که نامش علی است. علی؟ بله سرورم. علی؟ مقصودت کدام علی است؟ همون که حیدر از ابو تراب. تو علی را از کجا میشناسی؟ علی برایم پدری کرد. یا للعجب. اشتباه نمی کنی ماریا؟ نه سرورم. اشتباه نمی کنم. تو یک ایرانی مسیحی هستی ماریا، مراد پیشوایت مسیح هست نه علی. این باور جرمت را سخت تر می کند. من در دیر با تعلیمات مسیح آشنا شدم، با علی مسیح را شناختم، او بود که مسیح را نشانم داد. من که بالکل گیج شدم، بالکل گیج شدم، گیج شدم. حرف بزن ماریا، وسوسه شدم بدانم تو با علی چه نسبتی داری. علی خاطرات کودکی من است، خاطرات دورانی که یتیم بچه نصرانی به امید دیدارش لحظه شماری می کرد. 5 یا 6 سال روزهایی بود که نه نانی برای خوردن داشتیم، نه لباسی برای پوشیدن. مادرم کافر شده بود. دیو فقر خواهر 3 ساله‌ام را بلعید. که نانی بیاورم سنگ بزنی. مرا هم با خودت ببر. نه. چرا؟ آنجا جای بدی است. آدم‌های بدی دارند. نه رو، آدم‌های بد تو را می‌کشن. من سیر شدم، غذا نمی‌خوام. خدایا شام شبت را چکار کنم؟ بی بدم. مسیح قلاده امیه برای ما شام بفرسته. مسیح مرده. مسیح به آسمون رفته، زنده است. خودم قصه‌اش رو برایم تعریف کردی. مسیح با کوفه قهر کرده. مسیح در کوفه بود. من مجبور به خود فروشی نبودم. نه رو. روز شیطان به شکل موشی بر روح مادرم حمله کرده بود و نزدیک بود ریشه ایمانش را بجود که اشکای من نجاتش داد. شب باز همسر بیشام بر بالین نهادیم و قصه آن شب مادر معجزه نان و ماهی مسیح بود. قول بده با او حرف نزنی.
چون با او قهر کرده بودم شب اول خودش رو نشان دادم. شب بعد که آشتی کردم چهرهش رو دیدم. چشمانش پر از عشق بود. التماس میکرد ماریا ایلیا رو به خاطر غفلتش ببخش. بعد مرا بوسید و بر دوش خود نشاند و در پختن نان به مادرم کمک کرد. او خودش رو ایلیا معرفی کرد. پدر ایلیا مرتب به دیدن من می آمد. من غم بی پدری را فراموش کرده بودم. او برایم با مهربانی قصه می گفت. بعد از آن هر شب چشم بر کلونه در داشتم تا پدر ایلیا بیاید و با بازی ها و قصه هایش دنیای کودکانم را غرق در شور و شادی کند. بیا بیرون ماریا جان، پدر ایلیا امشب هم نمی آید. حالا که بعد قولی کرده دیگه دخترش نیستم، دلش بسوزن. دخترم او بعد قولی نکرده. او من بعد قولی کرده، دو تا شب شد که نیامد. ببینمش گوشش را می کشن. چرا پدر ایلیا امشب هم نمی آید؟ او مریض شده دخترم. آخه تفلکی پدر ایلیا، دلم برایش تنگ شده. کجایش درد میکنه؟ سرش دخترم، فرق سرش را شکافتم. از سرش خون میآید؟ خب سرش را خوب ببنده خون نیاید. بسند، باید برایش دوا ببری. چی ببری؟ شیر دخترم، دوای دردش شیر است. دخترم دعا کن پدر ایلیا نمیرد. خداوند به قلب معصوم تو نزدیکتر است. تا شبی که ضربت خورد ما نمی دانستیم که پدر ایلیا همان علی است. تا جایی که من می دانم علی بی حکمت کاری نمی کرد. چرا خودش را با نام ایلیا به شما معرفی کرد؟ برای مسیحیان ایلیا نام مقدسی است. بعدها که با انجیل آشنا شدم فهمیدم ایلیا همان منجی موعود است که مسیح وعده اش را داده. بعد از شهادت علی مادرم دق کرد. دیر سنت ماریای کوفه وقتی که فهمید علی دور از چشم ایشان به خانواده های بی بضاعت نصرانی کمک می کرده بر سر غیرت آمده و کفالت مرا پذیرفت. من به جبر زمان روانه دیر شدم و با تعلیمات خواهر سوفیا
شدم راهبه ی تارک دنیا. تا آن روز که در خرابه های تا اون زده ی کوفه به دروازه ی عشق رسیدم. عجب ماریام، در ملکوت عشق تو من پشم است، چه رسد به آدمی؟ معجزه ای را که تو از ایلیا دیده ای در مقابل معجزاتی که من از علی دیدم مورچه است در برابر فیل. اما چاز ماریای نصرانی می شود مرید علی، جوزب مسلمان می شود خائنه به علی که بر سفره معاویه و یزید نشسته، نان و نمکشان را خورده، شده امین و امانت دار بساطشان. این هم معجزه عشق است سرورم. یعنی چه؟ یعنی که عشق می تواند هر محالی را ممکن کند. جواب حکیمانه نده، درباره من چیزی شنیدی؟ بله سرورم. چه شنیدی؟ خیلی چیزها شنیدم، میل دارید کدامش را بشنوید؟ دلیل بریدن من از علی چه بود؟ چرا به معاویه پیوستم؟ شما ظاهرا خادم معاویه اید و قلبا مرید علی. پس یک منافقم. شما منافق نیستید، مأمورید. مأمور؟ مأمور کی؟ مأمور عشق. چرا در لفافه سخن میگویی ماریا؟ کدام عشق؟ این چه عشقی است که مرا وادار کرده تا در لباس جور خادم عدالت باشم؟ میبینی پدر مقدس؟ ای مریم مقدس، ای مادر باکره، ای مادر رنج کشیده، خودت به فریاد ما برس و ما را از شر ارواح خبیث شیطانی حفظ کن. آمین. میبینی پدر مقدس؟ میبینی چطور محراب دیر سنت ماریا را جولانگاه هوس کرده اند؟ چرا شلوغش کرده ای مادر؟ شما که در تقوا و طهارت شهره اید، از خدا نمی ترسید تهمت می زنید؟ چه تهمتی قلدر؟ خوب است که پدر مقدس همه چیز را به چشم خود دیدند. از کی تا حالا است که شما دوتا ابله شیطان صفت در خانه مقدس و در محضر باکره مقدس خلوت کرده اید، دل می دهید و قلوه می ستانید؟ آیا به شما هشدار ندادم که قوانین دیر را نشکنید؟ شما مرا مجبور به شکستن قوانین دیر کرده اید. ای پدر مقدس، شما قضاوت کنید که بدون شک موی سپید و دستان لرزانتان مانع از آن است که خدا را فراموش کنید. 7 ماه است که از این دیر و از طرف این بانو برای من نامه های عاشقانه می آید. منی که مسلمانم و امین خلیفه، آیا حق دارم که جواب این معمای عاشقانه را بدانم یا نه؟ من از ایشان تقاضای ملاقات با خواهر ماریا را کردم، اما او با همین خلق تند و ترشش مرا شیطان خواند و با تحکم خواست دیر را ترک کنم. بنا باشد جبر، ما را واتار به شکستن قانون خدا کند. نه حرمتی برای خدا میماند، نه آبروی برای دین. مسئله شما به مسئله مسلمانی میماند که مجبور به دزدی شده. طبق قوانین شما آیا چنین شخصی را نباید قطعیت کرد؟ شما دین خدا را ملعبه هوس خود کردید،
این مکان مقدس را به گناه آلوده ساختی. پدر، سوگند به خدایی که حیات و مماتم در دست اوست، این مرد مرتکب هیچ خطایی نشده. بار این گناه بر دوش من است. نامه های پی در پی و مزاحمت های وقت و بی وقت من باعث شد که او به دیر سنت ماریا کشیده شود. کافی است. جرم تو احتیاج به محاکمه ندارد. دیر سنت ماریا لکه ننگ ماریا را با مرگ او پاک میکند. و اما در مورد این مسلمان متجاوز محاکمه او را به شورای قاضی مفتی اعلم کوفه می سپارند. او را زندانی کنید.